علت وجود دو عامل، یک عامل ترس، چون اینا که الان امروز رفتن و رأی دادن، اینها به حقوق خودشون که رأی ندادن، چون حق حاکمیت که ندارن، این رو آقای خامنه ای قصد کرده، او میگوید ولایت مطلقه با اوست. اینها برای اینکه ترس دارند، یکی ترس خارجی، تشدید تحریم ها، آقای ترامپ دو تا علامت داد به این انتخابات، به انتخاب کنندگان امروز، یکی تعلیق تحریم های مربوط به اتم، این امتیاز به آقای روحانی، یکی تشدید به تحریم ها در آنچه مربوط می شود به موشک، یعنی تهدید این طرف مقابل که هرگاه مهندسی بکنن این انتخابات رو، تحریم ها تشدید خواهد شد. پس یه ترس اینه. آقای روحانی هم این ترس گفت اگر او نشود تحریم ها تشدید میشه، حتی جنگ رو هم گفت که ایران ممکنه گرفتار جنگ میشه. پس یه ترس اینه. یه ترس دیگه این است که آقا ایران رو، مردم ایران رو، این آقای خامنه ای به گروگان گرفته، یک قاتل تاریخی رو آورده به عنوان نامزد، میگه شما مردم ایران یا میاد پای صندوق رأی میدید و من میدونم به دنیا میگم که این مردم پشتیبان ولایت مطلقه فقیه هم، یا من این قاتل رو میکنم رئیس جمهور شما. این دو تا ترس. اما در این حال یک عامل دیگه هم وجود داره. اگر توجه بکنید حوزه به اصطلاح انتخابات تغییر کرده، اون حوزه سابق الان دیگه نیست، الان این حوزه دموکراسی، عرض کنم به شما حقوق بشر، حقوق شهروندی، اینها شده حوزه. در این حتی آقای رئیسی هم در این حوزه آمده و رقابت میکنه، اینکه کی ذوق شده در ولایت فقیه هست، اینو هیچ اصلا تو این مناظره ها یک دفعه هم بهش اشاره نشد. این معناش اینه که اونهایی که بر حقوق مردم ایران، بر حقوق شهروندی، بر حقوق انسان، بر حقوق ملی، بر حقوق طبیعت ایران ایستادند، اینها باید امیدوار باشند، باید سر همین حق بایستند تا جامعه سیر کند به این طرف. اینها به شما میگوید امروز تهران و شهرهای دیگر ایران. بله، سپاسگزارم. آقای سرکوهی، اجازه بفرمایید که همین پرسش را از شما هم بکنم، به این معنا که مشخصا این تناقض معنای ریاست جمهوری اسلامی، یعنی صرفا مجری فرمان رهبر بودن و سیاست های کلان همش تحت فرمان ایشون است و حکم حکومتی و غیره و غیره، و از طرف دیگر انتخابات عمومی در واقع به عنوان پیش شرط نظام دموکراتیک، این تناقض رو چگونه شما توضیح میدید؟ ببینید، این تناقض در قانون اساسی ما هست و در ساختار واقعی قدرت، یعنی یک نفر هستش که با رأی مستقیم مردم انتخاب میشه، البته از بین نامزدهایی که شورای نگهبان تاییدشون میکنه، یعنی توجه بکنیم که بخشی از گرایش های جامعه هیچ وقت اجازه پیدا نمیکنن که نامزد بشن، یعنی از حق شهروندی نامزد شدن و طرح برنامه هاشون محرومن. اما جدا از این مسئله، یک کسی هست که با رأی مستقیم مردم انتخاب میشه و چون رئیس جمهور است، در سراسر کشور هست، رأی بسیار بالایی میاره. بعد ما یک مقام ولایت فقیه داریم که حالا طبق بررسی های انجام شده، اگر هم رأی به او بدن، حدود 5 تا 10% جامعه هستن، اما کسی که منتخب اکثریت جامعه هست نفر دوم هست، و اون که منتخب یا منتخب هم شاید نشه بگی، به هر حال یک اقلیتی از او حمایت میکنن، اون حرف اصلی رو میزنه. این یک تناقض است. از طرف دیگه رئیس جمهور مسئولیت اجرایی رو بر عهده داره، یعنی جامعه متحول میشه، مسائل جدیدی مطرح میشه، او باید خودش رو تطبیق بده، اما ما یک کسی داریم که این
که میتونه به اصطلاح خط کلی سیاست امنیتی و خارجی رو تعیین میکنه هیچ مسئولیتی هم نداره و پاسخگوی هیچ چیزی هم نیست، و از طرف دیگه جامعه متحول شده و در این حال بافت منافعی که گرد رئیس جمهور شکل میگیره با بافت منافعی که گرد نهادهای انتصابی و قوه قضاییه و نمیدونم سپاه و بیت رهبری شکل میگیره در با هم دیگه در تضادن. همه این تناقض ها سبب میشه که رؤسای جمهور معمولا در تقابل با رهبر به تدریج قرار بگیرن و البته کاری هم نمیتونن بکنن. از طرف دیگه اما جناح‌های مختلف حکومت در جمهوری اسلامی، یعنی جناح‌های حکومتی، در تمام این سال‌های گذشته سهمشون رو در قدرت با انتخابات تعیین می‌کنن، یعنی مردم رو در هر جناحی مردم رو دعوت می‌کنه و هر کسی که رأی بیشتری بیاره در قوه مجریه، نه در قوه قضاییه و نه در بیت رهبری و نه در مثلا نهادهای امنیتی، فقط در قوه مجریه سهم بیشتری رو می‌گیره. مردم هم اما به خاطر اینکه ناگزیر هستند بین اینها انتخاب کنن، طبیعتاً به برنامه‌های اینا نگاه می‌کنن و هر لایه یا قشری معمولاً به اون کسی رأی میده که فکر میکنه بهتر میکنه وضع او رو. الان البته در جامعه وضعیت طوری است که طبقات ثروتمند رانتی و طبقه متوسط بهرمند از رانت‌ها چیزی رو که میخواد اندکی آزادی‌های اجتماعی بیشتر، ارتباط بهتر با دنیاست. در واقع یک زمانی اونا دموکراسی رو مطرح میکردن، اما حالا دیگه به تدریج خاص با شعار اعتدال منتفی شده. حتی اصلاح طلبان مذهبی که زمانی میگفتن ما دنبال مردم سالاری دینی هستیم و توسعه سیاسی، دیگه از این شعار دست برداشتن و در واقع به یک نوعی اون چیزی که بهش میگن اعتدال، یا اینکه جناح‌ها در حکومت باشن همدیگر حذف نکنن و اندکی به اصطلاح آزادی‌های اجتماعی بدن و ارتباط با دنیا. این ثروتمندان و طبقه متوسط رانتی اینها این رو میخوان. از طرف دیگه یک توده عظیم فقیر و محروم وجود داره که اینها خواسته هایی دارن که هم عدالت اجتماعی هست و هم این عدالت اجتماعی بدون دموکراسی واقعی تحقق پیدا نمیکنه. اینها هیچ نماینده ای ندارن، بنابراین جناها هر کدوم سعی میکنن به خودشون رو به یکی از اینها نزدیک بکنن و آرا اونا رو جلب بکنن. اما این که چرا مردم رأی میدن، چون مردم تصور میکنن، این تصور رو دارن که تفاوت جزئی یا کلی بین این به اصطلاح جناهای مختلف بر زندگی عملی اونها، زندگی روزمره اونا تأثیر داره. و البته همونطور که آقای بنی صدر گفتن یک عامل مهمی وجود داره به نام ترس، و این ترس رو حکومت‌های اقتدارگرا معمولا این کار رو میکنن که ترس رو عمده میکنن برای مردم. همیشه یک کسی یا چیزی هست که او رو میترسونن و مردم به خاطر اینکه به اصطلاح میترسن از اون واقعیتی که وحشتناک هم هست طبیعتا، مثلا اگر ما ادامه بدیم به سیاست غنی سازی یا نمیدونم غیر و سرنوشت وحشتناکی رو دچار خواهیم شد، این ترس هم سبب میشه که به اصطلاح مردم در انتخابات شرکت کنن تا اون به اصطلاح چیز خیلی بدتر اتفاق نیفته. و این در مجموع میتونیم بگیم که هم این تناقضات سبب خواهد شد که، یعنی تناقضاتی که بین ریاست جمهوری و نهادهای انتصابی وجود داره و همیشه هم به وجود اومده، یعنی اگر نگاه کنیم همیشه رؤسای جمهور مسئله پیدا کردن با به اصطلاح این نهادها، و از طرف دیگه این وضعیتی که وجود داره که مردم رو هم میترسونن و در عین حال به خواسته های محدودی راضی میکنن. اما اتفاق بزرگی که تحولات جامعه رخ داده این است که به تدریج لایه‌های مختلف جامعه به تدریج بر منافع و خواسته های واقعی خودشون دارن آگاه میشن و سمتگیری میکنن به سمت خواسته های خودشون، یعنی اونایی که به اصطلاح میخوان این وضعیت باشه اما اندکی اصلاحات، اندکی در او به اصطلاح آزادی های اجتماعی باشه، میرن به طرف یک جناح، و کسانی که به اصطلاح خواهان عدالت اجتماعی و هیچ نماینده ای ندارن به تدریج یک پروسه بیگانگی با نظام رو تکان